یه سری بازیاست که دیگه اصلا ازش ساخته نشده. اگه دوست داری دوباره برگردی به قدیما، یه سری بازیای انحصاری که ساخته شده و دیگه ندیدیمش روی پلتفرمی رو دوباره بتونی بازی بکنی، این ویدیو رو تا آخر ببین تا من بهت بگم چجوری باید این کار رو انجام بدی. سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو. امروز میخوام توی این ویدیو یه کاری بکنم که قبلا کردیمش ولی خب تکراری نیست. شاید اسمش تکراری باشه ولی خودش یه ورژن بالاتره. توی این ویدیو میخوام به شما بگم چجوری میتونید یک لپتاپ، حالا لپتاپی که من دارم بهتون میگم حتما نباید لپتاپ آخرین مدل باشه یا مثلا به روزترین لپتاپ باشه، نه همین لپتاپ های معمولی که داریم، فقط چیزی که من بهتون پیشنهاد میکنم حتما لپتاپی باشه که گرافیک مجزا داره. لپتاپ هایی که گرافیک آن بورد دارن به اصطلاح نباشه، لپتاپ هایی که گرافیک مجزا دارن، چه 1 گیگ داره چه 2 گیگ گرافیک داره، فقط و فقط مهم اینه که گرافیک مجزا داشته باشه، این کافیه. اگر همچین لپتاپی داری و دوست داری یه سری بازیای درخشان رو بازی بکنی، اگه دوست داری بفهمی چجوری میتونی با این لپتاپ یه کنسول داشته باشی و هزاران هزار بازی رو بتونی با همین لپتاپی که فکر میکردی دیگه به درد نمیخوره دوباره بازی بکنی، بتونی بازیای پلی‌استیشن 2 رو بازی بکنی یا همون PS2، این ویدیو رو تا آخر ببین که بهتون بگم چجوری باید این کار رو انجام بدید. بریم بیایم بهتون بگم چی کار باید بکنیم. خب بچه‌ها، اول میریم توی سایت pcsx2.net. این سایت همون امولیتور هستش، اون سایت شبیه سازه که میتونید از اینجا دانلود بکنید. یه گزینه دانلود داره این بالا، میزنید داخل صفحه دانلود ورژناشو رو نوشته اینجا، نسخه پورتابل ویندوزش رو دانلود بکنید. من خودم پورتابل رو ترجیح میدم به دلیل اینکه اینستال و مثلا اینجور چیزا نخواد بشه و حجم بالایی نخواد بگیره، پورتابل رو من ترجیح میدم به اون یکی نسخش. اونجوری که میبینید دانلود شده، یه فولدر درست میشه، میزنید روی اون فایل اجراییش، همچین صفحه هایی باز میشه براتون. این خودش تنظیمات و دیفالت خود برنامه هستش، اینا رو کاری نمیتونید بکنید. نکس میکنید، میره توی صفحه که ازتون بایوس میخواد. همونجوری که من بایوس رو دانلود کردم، بایوس رو میریزید توی فولدر بایوس که تو همون فولدر خود نرم افزار هستش، میبندید همه رو، اینجا یه ریفرش میکنید، بایستون میاد بالا، سلکتش میکنید و فینیش رو میزنید، همچین صفحه‌ای باز میشه. از اون بالا روی CD DVD کلیک میکنید، ایزو سلکتور داره، براوز رو میزنید، فایلی که دانلود کردید، فایل گیم رو باز میکنه و اون بالا بوت رو میزنید، بازی رو باز میکنه براتون. به همین راحتی میبینید که لوگوی پلی‌استیشن هم میاد و بازی براتون باز میشه. Stop.
بچه ها همون جوری که دیدید شما میتونید به راحتی با داشتن یه دونه کنترلر که حتی تو برنامه قبلی هم بهتون گفتم که در مورد کنسول PS1 صحبت کرده بودیم، بهتون گفته بودم شما میتونید هم کنترلر سیمدار یا کنترلر بی سیم استفاده بکنید، چون که این برنامه ها اکثرا جایی داره که شما میتونید کنترلرتون رو معرفی کنید به نرم افزار که نرم افزار اونها رو در اصل ریمپ میکنه برای اون گیم، و در کل امولیتور خیلی قوی هستش، امولیتور خیلی روونی هستش، بهتر امولیتوری که میتونید توی اینترنت پیدا بکنید همین امولیتور هستش، PCSX2، و اینکه خیلی بازی ها روون اجرا میکنه، اکثر بازی ها رو اجرا میکنه، و همون جوری که بهتون یاد دادم میتونید به راحتی بازیاش هم دانلود بکنید. انواع اقسام بازی های PS2 هستش، بازی های درخشانی هستش. به شخص خودم بازی مثل بولی رو خیلی دوست دارم که همون جوری که دیدیم ما تونستیم اونو بازی بکنیم. بازی بولی بازی مورد علاقه منه، و بازی های GTA سان آندریاس میتونید روش بازی بکنید، وای سیتی رو میتونید بازی بکنید، وای سیتی استوریز رو میتونید روش بازی بکنید، خیلی بازی ها رو میتونید روی این امولیتور بازی بکنید، اکثر بازی ها رو بالا میاره، 90% بازی ها راحت میتونید باهاش بازی بکنید. حتما بهتون پیشنهاد میکنم برید توی سایتی که این زیر براتون میذارم، سایت بازی ها رو میذارم، سایت امولیتور براتون این زیر میذارم، چیزایی که احتیاج دارید این پایین براتون میذارم، حتما برید توی سایت بازیاشو نگاه بکنید، خیلی بازی مهیجی داره. میتونید بدون اینکه هزینه اضافی بدید یه کنسول جدید داشته باشید، بازی‌های جدید، هرچند گرافیکش مثل بازی‌های روز دنیا نیست، ولی خب به نظر من قابل قبوله، خیلی بازی‌های درخشانی داره. یادتون نره لایک و سابسکرایب کنید و اینکه کانال ما رو به دوستاتون معرفی بکنید. Best Music Film. خیلی مراقب خودتون باشید. سابسکرایب باز هم میگم یادتون نره. فعلا خدافظ.